ای ساقی آرامم کن، دیوانم رامم کن. امروز یه روز خیلی مهمی بود توی تاریخ نوین چرم. خب تو نوین چرم خیلی ها برای بازدید اومدن و از گذشته های دور تا امروز خیلی گذشته هنرمند ها و سیاسیون اومدن نوین چرم بازدید کردن، ولی امروز یه روز تاریخی بود. امروز 12 مرداد 1398 افتخار داشتیم که خدمت آقای اکبر گلپایگانی بودیم، یکی از مفاخر موسیقی ایران بازدید داشتن و حقیقتا یه روز خیلی فراموش نشدنی بود برای نوین چرم. محض خدا روزگار مشکن دگر سال. یه نوار دوجی به اون بود، تو این نوار حتما یکی از آهنگو یا دو تا از آهنگای آقای گلپایگانی هم میشه بود. باز حضور شما هستم در خدمتتون. منم وقتی دیدم که این حضور ایشون یک حضور تاریخی میتونه باشه، خدا عنایت کرد، همه همکارانمو دعوت کردم، تمام کسایی که برای ما محصولات استانداردی رو تولید میکردن دعوت کردم. امروز خدمت آقای گلپایگانی بودیم، خیلی روز خوبی بود، خیلی خوش گذشت. من مرغ خوش آواز این شهرم. بعد موقعی که چرچر میزنن لوسرای بالای سنشون میلرزی. حالا نمیدونم واقعا اینطوری بود یا نه، فیلم بود و این همیشه در خاطرم بود که اینقدر این شدت صوت ایشون قویه کون لوس رو به لرزه در آورده. ضمن اینکه در زمان ما یه رادیو بود به نام رادیو دریا، خب ما زمان تحصیلم بود، دانشجویی بود و با این رادیو ما با صدای آقای اکبر گلپایگانی اینا واقعا زندگی میکردیم و خاطرات بسیار زیادی داریم و من به شخص خیلی 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 ایشون رو دوست دارم و علاقمندم بهش. هر بیشه گمون نبر که خالی، شاید که پلنگ خورد. از اون گذشته آقای گلپا از نظر اجرای نوت و صدا جز پیشکسوت‌ترین خواننده‌های ایران به حساب میاد. یکی از آهنگایی که من خیلی تکرار میکنم، مخصوصا صبح میرم تو آینه میبینم، آهنگ موی سفید گیشون کندگه، آهنگ جالبی، همیشه زمزم میکردم با خودم. موی سفید و توی آینه دیدم، آی بلند دست دل کشیدم. رابطه بین نوین چرم و هنر و سینما همیشه بوده و هست و امروز هم یک بلگه دیگری از تاریخ نوین چرم ورق زده شد با حضور جناب گلپایگانی و سگا خانومشون خانم گلی خانوم اومده بودن. واقعا روزی به یاد موندنی بود. بهترین خاطره من از استاد اکبر گلپایگانی حضور ایشون در کنسرت سال 93 ارکستر بزرگ شکرالملک بود، چون نداشتیم بعد از انقلاب که استاد در حالا سالن کنسرتی، سالن همایشی، سالن برنامه سینمایی شرکت کنه. یکی از برنامه خیلی زیبایی که ایشون داشتن و اشعار خیلی زیبایی داشت برنامه گلها بود که در بعد از ظهرها پخش میشد و بسیار عالی بود. بنده در مقامی نیستم که بخوام در مورد استاد گلپایگانی صحبت کنم، فقط در همین حد بگم که ایشون واقعا مرد بی جانشینه، آواز اصیل ما هستن. خدا من انشاءالله که به ایشون عمر با برکت بده. آدم احساس جوونی کنه. استاد گلپایگانی یکی از بزرگان موسیقی ایران هستن و خاطره خیلی شیرینی بود برای من. بسیار خودمون خوش گذشت و عالی بود، خیلی خوشحالم. از دل بی حاصل غمگین شده تشنه دل.
امروز نگاه میکنیم آمریکا بالاخره به کسایی که تو هنرشون هستن، حالا با فرهنگ ینگ دنیا حتما احترام میذارن، حتما ممنون اونا هستن، ما چرا نکنیم. واقعا باید قدر داشته هامونو بدونیم، قدر پیش کسوت هامونو بدونیم، قدر تمام کسایی که برای فرهنگ این سرزمین گام برداشتن باید واقعا بدونیم و رو چشممون بذاریم. تا زیر لب شکر کردم.